فصل دوازدهم. شش روز قبل از عید فصح، عیسی به بیت انیا، محل زندگی ایلازر، یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود، آمد. آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند. مرتا خدمت می‌کرد و ایلازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست. آنگاه مریم پیمانه‌ای از عطر بسیار گرانبها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد، به طوری که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد گفت: چرا این عطر به قیمت 35,000 ریال فروخته نشد تا پول آن به فقرا داده شود؟ او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت، بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او می دادن بر می داشت. عیسی گفت: با او کاری نداشته باش، بگذار آن را تا روزی که مرا دفن می کنن نگاه دارد. فقرا همیشه در بین شما خواهند بود، اما من همیشه با شما نخواهم بود. عده زیادی از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجاست، پس آمدند تا نه تنها عیسی بلکه ایلازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلازر را نیز بکشند، زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودند، وقتی شنیدند عیسی در راه اورشلیم است، شاخه‌های نخل به دست گرفتند و به استقبال او رفتند. آنها فریاد می‌کردند: هوشیعنا، فرخنده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند می‌آید. عیسی کره الاغی یافت و بران سوار شد، چنانکه کلام خدا می‌فرماید: ای دختر صهیون، دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره الاغی سوار است می‌آید. در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نمود، اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید، آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند. موقعی که عیسی ایلازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون آورد، عده زیادی حضور داشتند. آنها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند. به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند، زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود. فریسیان به یکدیگر گفتند: نمی‌بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است. در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، عده‌ای یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می‌خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی با آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی‌شود. اما اگر بمیرد، دانه‌های بیشماری به بار می‌آورد. کسی که جان خود را دوست دارد، آن را از دست می‌دهد، و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد، آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگر کسی می‌خواهد مرا خدمت کند، باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم، خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود. و اگر کسی مرا خدمت کند، پدر من او را سرفراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است، چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر، نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت: آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند: صدای رعد بود. دیگران گفتند: فرشته‌ای با او سخن گفت. عیسی در جواب گفت: این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من.
اکنون موقع داوری این جهان است و حکران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده می شوم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده می ماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود؟ این پسر انسان کیست؟ عیسی با آنان گفت، فقط تا زمانی کوتاه نور با شماست. تا وقتی این نور با شماست، راه بروید. مبادا تاریکی شما را فراگیرد. کسی که در تاریکی راه می رود، نمی داند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید، به نور ایمان بیاورید، تا فرزندان نور شوید. عیسی این را گفت و از پیش آنان رفت و پنهان شد. با وجود معجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد، آنها به او ایمان نیاوردند تا سخن اشعیای پیامبر تحقق یابد که گفته بود، ای خداوند، آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستن ایمان آورند، زیرا اشعیا باز هم فرموده است، چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است، تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردند، تا ایشان را شفا دهم. اشعیا این را فرمود، زیرا جلال عیسی را دید و درباره او سخن گفت. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند، ولی به خاطر فریسیان و از ترس آنکه مبادا از کنیسه اخراج شوند، به ایمان خود اقرار نمی کردند، زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیشتر از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست می داشتند. پس عیسی با صدای بلند گفت، هر که به من ایمان بیاورد، نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است، هر که مرا می‌بیند فرستنده مرا دیده است. من نوری هستم که به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند. اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند، من در حق او داوری نمی‌کنم، زیرا نیامدم تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم. داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد، او را محکوم می سازد. سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت. چون من از خود سخن نمی گویم، بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم. و من می دانم که فرمان او حیات جاودانی است. پس آنچه من میگویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است.